السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا اللهم منهم وفيهم ومعهم يا رب العالمين. أما بعد، صاحب الفضيلة الشيخ سليمان رئيس جمعية العلماء بكيرلا، صاحب الفضيلة الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الديار الهندية، صاحب الفضيلة السيد إبراهيم الخليل، صاحب الفضيلة الشيخ أبو حنيفة الفيضي الأمين العام لمجمع الإمام البخاري الإسلامي، أصحاب الفضيلة العلماء وطلاب العلم، أيها الإخوة الكرام، أهل كيرلا، خير الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأبارك لكم عيد الفطر، وأدعو الله أن يتقبل أعمالكم وأن يجعل أيامكم طاعة وأعيادا. اليوم لنا عيد، وغدا لنا عيد، وكل يوم لا نعصي الله تعالى فيه لنا عيد. لقد أكرمتموني عندما أتحتم لي شرف المشاركة في هذا المؤتمر المقام عن أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله، فجزاكم الله خير الجزاء. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله هو إمام الحديث الشريف رواية ودراية. محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري، كان المغيرة مجوسيا فأسلم، وكان إسماعيل أبو الإمام طالب علم. قال البخاري: سمع أبي من مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه، وكان صالحا ورعا، قال عند موته: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبه. ولد الإمام البخاري في شوال سنة 94، وذهبت عيناه في صغره، فرأت والدته في المنام سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو كثرة دعائك، فأصبحت وقد رد الله عليه بصره. وفتح الله على البخاري حفظ الحديث في سن مبكرة من عمره، ومن أدلة ذلك أنه سمع شيخه يروي من حفظه سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقال البخاري: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. فدخل شيخه فنظر في أصل كتابه ثم خرج وقال للبخاري: كيف هو يا غلام؟ فقال: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فقال شيخه: صدقت، وأصلح كتابه. وكان عمر البخاري حينها 11 سنة، وكان يتردد إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، فقال له اثنان من أصحابه: إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع؟ فقال لهما: بعد 16 يوما إنكما قد أكثرتما علي، فاعرضا علي ما كتبتما. فأخرج إليه ما كان عندهما فزاد على 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب، فجعلوا يحكمون كتبهم من حفظه، ويقول: فلما طعنت في 16 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء. وسمع البخاري من عدد كبير من الشيوخ في بخارى قبل أن يرتحل منها، وفي بلخ ومرو ونيسابور والري وبغداد والبصرة والكوفة ومكة والمدينة ومصر والشام، دخل تلك المدن مرارا متحملا ومؤديا، وقد تجاوز عدد شيوخه 1,000. يقول: دخلت بلخ فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثا، فأمليت 1,000 حديث ل1,000 رجل ممن كتبت عنهم. وقال قبل موته بشهر: كتبت عن 1,080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقد أملق في بعض رحلاته افتقر. قال عمر بن حفص الأشقر: كنا مع البخاري بالبصرة نكتب، ففقدناه أياما ثم وجدناه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده، فجمعنا له الدراهم وكسوناه. وقال البخاري:
خرجت إلى آدم بن أبي إياس فتخلفت عني نفقتي حتى جعلت أتناول الحشيش ولا أخبر بذلك أحدا. فلما كان اليوم الثالث أتاني آت لم أعرفه فناولني صرة دنانير وقال أنفق على نفسك. واشتغل البخاري بالتصنيف أثناء رحلاته في طلب الحديث الشريف، يقول: خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. فلما طعنت في 18 سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة. وقل اسم في التاريخ إلا وله قصة، إلا أني كرهت تطويل الكتاب. ومن مصنفاته صحيحه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، والأدب المفرد، والتاريخ وهو 3 كبير ووسط وصغير، والضعفاء والمتركون، والعلل وخلق أفعال العباد، والقراءة خلف الإمام، وبر الوالدين، والتفسير الكبير والجامع الكبير الذي قد يكون انتقى صحيحه منه، وأسامي الصحابة والكنى والفوائد ورفع اليدين في الصلاة والأشربة والهبة وغير ذلك. وأخذ البخاري في رواية الحديث في سن مبكرة من عمره، فقد كتبوا عنه وهو ابن 17 سنة وما في وجهه شعرة، وروى عنه خلق كثير، منهم الإمام مسلم في غير صحيحه، والإمام الترمذي، والإمام النسائي بواسطة. أما صحيحه فقد كان لانتهاض همة البخاري لتصنيفه قصة، يقول: كنت عند إسحاق بن راهوية فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب من زهاء 600,000 حديث، وما وضعت في كتاب هذا حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين، وما أدخلت فيه إلا ما صح، وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب، وصنفته في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. وكتب تراجم أبواب صحيحه بين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين، وقد سدده الله تعالى في هذه التراجم حتى اشتهر فقه البخاري في تراجمه. وقد ملك الحديث الشريف عقل البخاري فكان شغله الدائم. يقول أحد أصحابه: كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة، فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة. ويقول آخر: كنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها. أما حفظه وفهمه فقد بلغ البخاري فيهما الذروة العليا. يقول: كتبت عن 1,000 شيخ وأكثر، عن كل واحد منهم 10,000 وأكثر، ما عندي حديث إلا أذكر إسناده. وقال: ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت مصنفاتي من الحديث، فإذا نحو 200,000 حديث مسندة. وقيل للبخاري، قال إسحاق بن راهوية: كأني أنظر إلى 70,000 حديث من كتابي. فقال البخاري: أو تعجب من هذا؟ لعل في هذا الزمان من ينظر إلى 200,000 حديث من كتابه، وإنما عنا نفسه. ومشى محمد بن يحيى الذهلي معه في جنازة، فكان الذهلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل، والبخاري يمر فيها مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد. وقدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، فجعلوا متن هذا إسناد هذا، وإسناد هذا متن هذا، ودفعوا إلى كل واحد 10 أحاديث ليلقوها عليه في المجلس. فاجتمع الناس وانتدب أحدهم فسأله عن حديث من 10، فقال البخاري: لا أعرفه. وسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. وكذلك حتى فرغ من 10. فكان الفقهاء
يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم أو الرجل فهم. ومن كان لا يدري قضى على البخاري بالعجز، ثم انتدب آخر ففعل كما فعل الأول، والبخاري يقول لا أعرفه. ثم الثالث إلى تمام العشرة وهو لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فكذا، والثاني كذا، والثالث كذا إلى العشرة، فرد كل متن إلى إسناده وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر له الناس بالحفظ، وقد تكررت هذه المواقف. وأما فقهه فقد كان البخاري فقيه النفس، ومن أدلة ذلك أنه كان عند شيخه إسحاق بن إبراهيم، فسئل شيخه عمن طلق ناسيا، فسكت ساعة طويلة متفكرا والتبس عليه الأمر، فقال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم، وإنما يراد مباشرة هذه الثلاث العمل والقلب أو الكلام والقلب، وهذا لم يعتقد بقلبه. فقال إسحاق قويتني وأفتى به، أي فأفتى بعدم وقوع طلاق من نسي. وقد تواتر الثناء على البخاري من كبار الأئمة، دخل البخاري على محمد بن سلام البيكندي، فلما خرج قال كلما دخل علي هذا الصبي تحيرت، وألبس علي أمر الحديث، ولا أزال خائفا ما لم يخرج. وسئل قتيبة بن سعيد عن طلاق السكران فقال للسائل هذا أحمد بن حنبل وابن المديني وابن راهوية قد ساقهم الله إليك، وأشار إلى محمد بن إسماعيل، أي اجتمع عنده علم هؤلاء. وقال أيضا نظرت في الحديث ونظرت في الرأي وجالست الفقهاء والزهاد والعباد، فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل. وقال نعيم بن حماد محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وذكروا لعلي بن المديني أن البخاري قال ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي بن المديني، فقال علي دعوا هذا، فإن محمد بن إسماعيل لم يرى مثل نفسه. وقال إسحاق بن راهوية اكتبوا عن هذا الشاب، فلو كان في زمن الحسن لاحتاج إليه الناس. وقال أحمد بن حنبل ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال محمود بن النضر دخلت البصرة والكوفة والشام والحجاز ورأيت علماءها، كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة ناظرت أبا عبد الله، يعني البخاري، في أحاديث سفيان فعرفها كلها، ثم أقبل محمد علي فأغرب علي 200 حديث. وقال سليم بن مجاهد لو أن وكيعا وابن عيينة وابن المبارك كانوا في الأحياء لاحتاجوا إلى محمد بن إسماعيل. وقال أبو بكر بن خزيمة ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. وقال يعقوب الحافظ رأيت مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري، يعني رأى الإمام مسلم بين يدي الإمام البخاري يسأله سؤال الصبي. وقال مسلم للبخاري دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. وقال الترمذي لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل. وأما عبادته وصلاحه فقد كان البخاري يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليال بختمة، يعني يقوم الليل، يعني يختم كل 3 ليال في الصلاة ختمة. وكان يصلي في وقت السحر 13 ركعة، وكان يصلي ذات ليلة فلسعه الزنبور 17 مرة، فلما قضى الصلاة قال انظروا أي شيء آذاني، ودعي إلى بستان بعض أصحابه، فلما صلى بالقوم الظهر قام يتطوع، فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه فقال لبعض من معه انظر هل ترى تحت قميصي شيئا، فإذا زنبور قد أبره في 16 أو 17 موضعا،
وقد تورم من ذلك جسده، فقيل له: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك؟ فقال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها. وكان يتورع في جرح الرجال ويقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. فكان يجرح أحدهم بقوله: منكر الحديث. سكتوا عنه، فيه نظر ونحو هذا، وقل أن يقول فلان كذاب أو يضع الحديث. وقال الحسين بن محمد السمرقندي: كان محمد بن إسماعيل مخصوصا بثلاث خصال، مع ما كان فيه من الخصال المحمودة: كان قليل الكلام، وكان لا يطمع فيما عند الناس، وكان لا يشتغل بأمور الناس، كل شغله كان في العلم، وكان شديد الاتباع للسنة النبوية. قال النجم بن الفضيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه يمشي، ومحمد بن إسماعيل يمشي خلفه، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع محمد بن إسماعيل قدمه في المكان الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه. وقد تعرض رحمه الله للابتلاء في مسألة لفظي بالقرآن مخلوق، فكان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، وقوله هو الحق. فاضطر للخروج من نيسابور إلى بخارى، ثم إلى بيكند، ثم إلى خرتنك، وهي قرية على فرسخين من سمرقند، وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم، فدعا ليلة بعد قيامه وقال: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، فاقبضني إليك. فما تم الشهر حتى مات ودفن بها، فلما دفنوه فاح من تراب قبره رائحة أطيب من المسك. فدام ذلك أياما، فكان الناس يختلفون إلى قبره ويتعجبون من تلك الرائحة الطيبة ويأخذون من ترابه، فنصبوا على قبره خشبا مشبكا، وظهر عند مخالفيه أمره بعد وفاته، وخرج بعض مخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة والندامة. وقال عبد الواحد بن آدم الطواويسي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه، وهو واقف في موضع، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: ما وقوفك يا رسول الله؟ فقال: أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري. فلما كان بعد أيام بلغني موته، فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وكانت وفاة البخاري يوم الجمعة آخر يوم من رمضان، ليلة عيد الفطر عند صلاة العشاء، سنة 56 و200، وقد بلغ 62 سنة، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر. وقحط المطر بسمرقند في بعض الأعوام بعد وفاته، فاستسقى الناس مرارا فلم يسقوا، فخرجوا إلى قبره واستسقوا عنده وتشفعوا بصاحبه، فأرسل الله تعالى السماء بماء عظيم غزير، أقام الناس من أجله بخرتنك 7 أيام لا يستطيعون الوصول إلى سمرقند، كما ذكر هذه القصة عدد كبير من الحفاظ والعلماء، منهم الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. رحم الله الإمام البخاري وغفر له وأعلى في الجنة منزلته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ലോകപ്രശസ്ത പണ്ഡിതൻ ഡോക്ടർ അബ്ദുല്ലാഹിൽ അർഫജ് ഹഫിളഹുല്ലാ മഹാനവറുകളുടെ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഒരു സംഗ്രഹ വിവർത്തനത്തിനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇമാമുൽ ഹദീസ് ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ അൽ ബുഖാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മഹാനവറുകൾക്ക് ഹദീസിൻ്റെ ലോകത്തെ വളരെ അപൂർവമായി സംഗമിക്കാവുന്ന സ്ഥാനവും മഹത്വവും ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയ മഹാനവറുകളാണ്. കാരണം ഹദീസ് ലോകത്ത് നിവേദനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്, ഹദീസ് പാഠങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇമാം അവർകൾ എന്നാൽ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ്. ഹദീസ് സംപ്രേഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ
അതിൻ്റെ നിവേദന പരമ്പരകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും അതിലെ മഹത്തുക്കളെ തരംതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാഠങ്ങളെ തരംതിരിച്ച് പരിശുദ്ധമായ കർമ്മശാസ്ത്രമായും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസശാസ്ത്രമായും മറ്റും തരംതിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെയും കാണാം. ഇമാം അവർക്ക് രണ്ട് സരണികളെയും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇമാം അവർക്കളുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇമാം അവർക്ക് നമുക്കറിയാം, ലോകത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മഹാനവറുകളുടെ കൃതിക്കാണ് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനീയങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമുള്ളത്. അവിടുത്തെ പിതാവ് ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനവറുകൾ വളരെ വലിയ വിജ്ഞാന കുതുകിയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ സത്യശാലിയും അതുപോലെ തന്നെ നീതിബോധത്തിൻ്റെയും മഹത്വമായ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഉടമയായിരുന്നു. അവിടുന്ന് പിന്നെ മഹാനായ മാലിക് ബിൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഗുരുമുഖത്തു നിന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഹമ്മാദ് ബിൻ സെയ്ദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മുബാറക് എന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയ ചക്രവർത്തിയുടെ നേരെ കരം നുകരാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ഇമാം അവർ തന്നെ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തന്നെ സ്വന്തം പിതാവിനെക്കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം അവരുടെ പിതാവ് മരണത്തിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി, എൻ്റെ സമ്പത്തിൽ ഹറാമിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹറാമോ ഹലാലോ എന്ന് സംശയമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നോ ഒന്നും ഉള്ളതായിട്ട് ആർക്കും കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല. അതായത് പൂർണ്ണമായും വിശുദ്ധമായ ധനത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഭക്ഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളവരായിരുന്നു ഇമാം അവരുടെ പിതാവ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ജനനവും അവിടുത്തെ വഫാത്ത് പോലെ തന്നെ ഷവ്വാൽ മാസത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മഹാനവറുകളുടെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ മാതാവ് അള്ളാഹുവിനോട് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ ആ മാതാവ് സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിക്കുകയാണ്. സ്വപ്നദർശനത്തിൽ ഇമാം അവറുകളുടെ പിതാവിനോട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ വല്ലാത്ത കരച്ചിൽ കാരണമായി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടതടവില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥന കാരണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മകന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കാഴ്ച തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ആ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുകയുണ്ടായി. വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മഹാനവറുകൾ ഹദീസുകൾ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നതിൽ വലിയ മനഃപ്പാഠ ഗുണമുള്ള മഹാനവറുകളായിരുന്നു. ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തൻ്റെ 11-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ഗുരുവര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ അതിന് മുന്നേ മനഃപ്പാഠമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 11-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു വിശ്രുതമായൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ ഗുരു ഒരിക്കൽ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഹദീസ് നിവേദന പരമ്പര ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തിരുത്ത് ഇമാം അവർ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഉടൻ തന്നെ ഗുരു തൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമായി താൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ഗ്രന്ഥം പരിശോധിക്കുകയും അതിലും ആ തെറ്റാവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോധ്യപ്പെടുകയും ഉടൻ തന്നെ ആ തെറ്റ് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി പോലും തിരുത്താൻ മാത്രം ഹൃദയ വിശാലതയുള്ള മനഃപാഠത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് തൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തൻ്റെ ഗുരുവിന് പോലും 11-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വൈജ്ഞാനിക പ്രവരൻ്റെ ആ വൈജ്ഞാനിക യാത്രയുടെ മഹത്വമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കൂഫയിലെയും ബസറയിലെയും പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് മഹാനവറുകൾ ഹദീസുകൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് തൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ വലിയ വലിയ പ്രായം ചെന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ്. അവരെല്ലാവരും കൂഫയിലെയും ബസറയിലെയും പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് മാറി മാറി ഹദീസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ആ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു, നീ എന്തിനാണ് മോനെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്, ഈ നടന്നിട്ട് ഹദീസുകളൊക്കെ വെറുതെ ആയി പോവില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം 16 ദിവസം ഈ ചോദ്യം മഹാനവറുകൾ നേരിട്ടപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അവരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ദിവസമായി ചോദിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം കൊണ്ടുവരും, ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹദീസുകളെല്ലാം മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതിനുശേഷം 15,000 ഹദീസുകൾ സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്നെടുത്ത് ഹൃദയപാഠത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് അവരെല്ലാവരും അമ്പരന്നു പോവുകയാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ മഹാനവറുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അനവധി ഗുരുക്കളിൽ നിന്നും കേട്ട് പിന്നെ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട മഹാനവറുകൾ നൈസാബൂർ, അതുപോലെ തന്നെ ബൽഹ്, റയ്യ്, ബഗ്ദാദ്, ബസ്ര, കൂഫ, മക്ക, മദീന, ഈജിപ്ത്, ഷാം തുടങ്ങിയ നിരവധി ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ, അവിടെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മഹാനവറുകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1,000-ലധികം ഗുരുക്കന്മാർ തനിക്കുണ്ടെന്നും
വഫാത്തിൻ്റെ മുമ്പ്, മരണപ്പെടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ്, ഒരു മാസം മുമ്പ് മഹാനവറുകൾ അനുസ്മരിച്ചു. 1080 പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഹദീസുകൾ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനവറുകൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചില യാത്രകൾ വളരെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. യാത്രകളിൽ സ്വന്തം കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം പെറുക്കി വിറ്റാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. പലപ്പോഴും ഉടുതുണി പോലും വിറ്റിട്ട് യാത്ര ചെയ്തതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കൽ മഹാനവറുകളെ ബഗ്ദാദിൽ ഹദീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈജ്ഞാനിക യാത്ര നടത്തുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് കാണാതാവുകയാണ്. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ തിരഞ്ഞു ചെന്നുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഉടുക്കാൻ ഉടുവസ്ത്രമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാതെ ഹദീസുകളിലെ പഠനത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്ന ഇമാമുറകളെയാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് പണം സ്വരൂപിച്ച് മഹാനവറുകൾക്ക് ഉടുവസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുത്ത സംഭവം വരെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. പുല്ലുപോലും ഭക്ഷിച്ച് മഹാനവറുകൾ ഹദീസിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആ ദിവസം, പുല്ലുകൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ദിവസം, 3 അങ്ങനെ പുല്ലും ഭക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു അപരിചിതനായൊരു വ്യക്തി വരികയാണ്. അദ്ദേഹം വന്ന് കയ്യിൽ ഒരുപാട് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളുള്ള ഒരു കിഴി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷനായത് ഇമാമുറകൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ ഉമ്മയോടും സഹോദരനോടും കൂടെ ഹജ്ജിന് വന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഹജ്ജിന് വന്നിട്ട് സഹോദരൻ്റെ കൂടെ ഉമ്മയെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ച് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനിവിടെ വിജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കാനുള്ള വിജ്ഞാന കുതുകിയായി ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ യാത്രയാക്കുന്നത് കാണാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് യാത്രകളിൽ നിന്ന്, യാത്രകൾക്കിടയിൽ തന്നെ, അതിൻ്റെ എല്ലാം തിരക്കിൽ തന്നെ മഹാനവറുകളുടെ രചന നടത്തുന്നതും കാണാൻ പറ്റും. ആ രചനയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗളയുടെ ചാരത്തി ഇരുന്നിട്ടാണ് മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവിടുത്തെ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി തുടങ്ങുന്നത്. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഓരോ അധ്യായങ്ങളും അവിടെ വച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴും മഹാനവറുകൾ വുളു എടുത്ത് 2 നിസ്കരിക്കുന്നതായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ ഓരോ ഹദീസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതും മഹാനവറുകൾ കുളിച്ച് 2 നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ തൻ്റെ ഇമാം അവറുകളുടെ അധ്യാപനത്തിൻ്റെയും ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, മഹാനവറുകളുടെ ഹദീസുകളുടെ കുറിച്ച് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു, വമാ അഖ്റജത് ഖുറാസാൻ മിസ്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ. ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പോലെ ഒരാളെയും ഖുറാസാൻ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ വൈജ്ഞാനിക പ്രസരണത്തിൻ്റെ, ആ വൈജ്ഞാനിക സാഗരത്തിൻ്റെ ആഴം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇത്തിബാഅ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പോലുള്ളവർ വളരെ വിരളമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അനക്കങ്ങളും അടക്കങ്ങളും ഒപ്പിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വഫാത്തിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ഖബറിൽ നിന്നും കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധം പുറത്തേക്ക് വരികയുണ്ടായി. ആ അവിടുത്തെ മറവ് ചെയ്ത മണ്ണിൽ അത് ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മഹാനവറുകളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ആളുകളൊക്കെ വന്ന് ബറക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഹാനവറുകളുടെ കബറിടത്തിൽ നിന്ന് മണ്ണ് വാരിയിട്ട് ആ കബറിന് മുകളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുള്ളു വേലി നിർമ്മിക്കേണ്ടി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളു വെച്ച് കെട്ടേണ്ടി വന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായ ഒരു ദിവസം അബ്ദുൽ വാഹിദ് ആദമ തുവാവീസി എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് കാണാം. അദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരാളെ കാത്തിരിക്കുന്നു സഹാബത്തുണ്ട് കൂടെ. അപ്പോൾ നബി തങ്ങളോട് ഈ മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അന്തളിറു മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, ഞാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ ബുഖാരിയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ആ സമയത്ത് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട ഇതേ സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ മരണപ്പെട്ടതായിട്ട് വാർത്ത പിന്നീട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കെത്തി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സമർക്കന്തിൽ ഒരു സമയത്ത് വളരെയധികം മഴയില്ലാതെ ക്ഷാമം ബാധിക്കുകയുണ്ടായി. ജനങ്ങളെല്ലാം പ്രയാസത്തിലാണ്. എല്ലാവരും മഹാനവറുകളുടെ കബറിടത്തിൽ ചെന്ന് അള്ളാഹുവോട് ഇസ്തിസ്ഖാ ചെയ്യുകയാണ്, മഴയെ തേടുന്ന പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ്. മഴയെ തേടുന്ന പ്രാർത്ഥന നടത്തി പെട്ടെന്ന് മഴ വർഷിക്കുകയും 7 അവർക്ക് ഹർത്തങ്കിൽ നിന്ന് സമർക്കന്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയാതെ ആ മഴയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം. ഇത്രയുമൊക്കെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഇമാമുറകളുടെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വാഖിറു ദഅ്‌വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.